من میخوام اطمینان کنم و شما هم باید اطمینان کنید که خدا قدم بعدی شما رو به شما خواهد داد. امروز شما قدم بعدی خود رو دریافت میکنید. شما نیز دقیقاً میفهمید که چطور این انرژی رو در خود داشته باشید تا ادامه دهید و زندگی رو که دوست دارید داشته باشید. در برنامه امروز اصول اولیه با بث، بث جوز به ما یاد میده که چطور خواست خدا رو در زندگیمون متوجه بشیم تا زندگی که همیشه آرزوشو داشتیم بهش برسیم. بث جوز به مدت 30 سال است که درباره ایمان مسیحی اصول اولیان در حال تدریس است. به عنوان شبان نویسنده، همسر و مادر، او دوست دارد با قشرهای مختلف مردم ارتباط برقرار کند. از طریق اصول اولیه با بث شروع به بهتر کردن اصول اولیه ایمانتان کنید و زندگی را که دوست دارید داشته باشید. خوش آمدید به برنامه زندگی الهام بخش. ما داریم درباره این صحبت میکنیم که زندگی رو که دوست دارید داشته باشید و یا مهمتر از اون، زندگی رو که خدا دوست داره داشته باشید تجربه کنید. او میداند چه برای ما در نظر دارد. او میداند هدف ما چیست، ماموریت، رویا و ارزش اصلی ما چیست. و امروز چیزی که درباره صحبت میکنیم این است که اولویت های اینها را و مرکز اصلی توجه ما را. امیدوارم که این به هیجان بیاره شما را تا بتونید هر چه ما یاد میگیریم و استفاده کنید. درس و پیام امروز ما اولویت‌های ما، چیزهایی که روش توجه میکنیم و این میتونه مهمترین مسئله باشه که در تمام هفته در بحث صحبت کردیم. همه چیز به صورت چشمانداز بوده تا الان و یک طوری وجود داشته از قبل، ولی چیزی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم به ما کمک می‌کنه تا در کاری که می‌خوایم انجام دهیم قدم برداریم. اولویت‌های ماست و تمرکز‌های ما. خیلی خوب امروز فکر می‌کنم درس امروز بسیار کاربردی است و کمک بزرگی برای تک تک ماها. پس ما این برنامه زنده را با هم انجام می دهیم، پیام امروزمون را، همه این درس را با هم انجام خواهیم داد، مثل هفته های گذشته که انجام دادیم، و همچنین ما با یک رشته آنلاین هم که توسط کلیسا به آن اضافه کردیم را هم می بینیم. دانشگاه اصول ابتدایی که توسط کلیسا برگزار شده، محلی است که همه میتونن کلام خدا را و چگونگی کاربرد اون را در زندگی به صورت آنلاین دست پیدا کنند. اولین دوره‌ای که در اینجا گذاشتیم زندگی الهام بخش است، پس ما به درس آنلاین آن می‌پردازیم. تقریباً 9 دقیقه است و بعد وقتی آن تمام شد، گروه ما میان با بحثی که داریم تا ببینیم چه چیز کاربردی از این می‌توانیم یاد بگیریم. درس پنجم زندگی الهام بخش را با هم می‌بینیم. خوش آمدید به دوره زندگی الهام بخش. مدل 1، زندگی کردن درست در مرکز خواست خدا در زندگی. تا اینجا یک سری از مسائل را مطرح کردیم که یک مورد سری با هم خواهیم داشت. ما درباره هدف صحبت کردیم در درس اول که هدف جواب میده به سوال من خلق شدم. درس دوم درباره ماموریت بود. ماموریت شما و جواب سوال من وجود دارم را میداد. در درس سوم ما درباره رویای شما صحبت کردیم و رویای شما این است که من میبینم. و در آخرین دوره درباره کد و ارزش اصلی شما صحبت کردیم که جمله من دوست دارم و باور دارم رو کامل میکرد. DNA من اینه. در این درس، درس پنجم در مدل 1، درباره اولویت های شما صحبت خواهیم کرد و این کلید است. اولویت دادن این جمله را کامل میکند که این چیزی است که من بر آن تمرکز دارم. اولویت دادن همش درباره تمرکزه. من چند لحظه درباره این مسائل صحبت میکنم تا همه بدانید در کجا قرار داریم و بعد شما چند تمرین را در کتابچه‌های خود انجام میدین که باید اونا را دانلود کنید. ولی در فرهنگ ما، فکر کنم شما هم با من موافق باشید، فکر میکنم ما در فرهنگ غافلگیر شده زندگی میکنیم از هر زمان دیگر. میدونید همونطور که مردم ما اون رو طراحی کردن، نوعی فرهنگ ADD، فرهنگ کمبود توجه که ما در آن هستیم، زیرا بسیاری از چیزها برای جلب توجه ما رقابت میکنند. میدونید وقتی با کسی صحبت میکنیم، در همون زمان داریم به تلفنمون نگاه میکنیم، همون لحظه توجهمون به یه جای دیگه است، مثل تلویزیون، رسانه ها، تکنولوژی، چیزهای زیادی که دیگه که اطمینان و تمرکز اصلیمون رو از موضوع اصلی و اولویت دور میکنه. میدونید من هم مقصر هستم. منظورم اینه که چند نفر شما، در حقیقت این جمله با منظور خیلی شنیدم که خیلی عالی است. این آدم گفت من به یوتیوب رفتم و چند تا ویدیوی آموزشی ببینم و 5 ساعت بعد دارم به یک ویدیو نگاه میکنم چطور با زرافه صحبت کنم.
میدونید بیشتر ما با یه چیزی شروع میکنیم و بعد میبینیم روی فیسبوک هستیم برای چندین ساعت، ویدیو روی یوتیوب برای چندین ساعت، ولی بله فهمیدن یک فرهنگ پریشان داریم. چیزی که به ما کمک میکنه تا در زندگی که دوست داریم زندگی کنیم این است که واقعا ذهن خود را بر اولویت های زندگیمون متمرکز کنیم. دومین چیز که میخوام بهتون بگم خیلی جالب است ولی نمیتونم بگم، چند نفر دیگر این رو قبلا به من گفتن، من میخوام یک کتاب بنویسم، من میخوام مدرک کالج بگیرم، مشکل من چیست؟ مشکل اینجاست، اولویت ها رو درست کنی. از تمرکز در آمدن شروع کردند ولی به آخرش نرسیدند. مهم شروعش نیست، مهم تموم کردنشه. بگذارید مثال دیگری برای شما بیاورم، مثال دیگر درباره شرکت ها. شرکت ها با این موضوع مواجه هستند. به دلیل رسانه های اجتماعی، اینترنت، راه های بسیار برای بازاریابی، همه چیز به سرعت تغییر میکنه، ولی اگر مراقب نباشیم توجه اصلی خود را از دست میدهیم. و سالها قبل این جمله را میگفتند که به بافندگی خود بچسبید. در کلام دیگر، اگر کاری داری انجام میدهی، اگر خطی را داری دنبال میکنی، به اون خط بچسب. تمرکز کن به اولویت ها. خیلی خوب، چند تا از شرکت ها، یک مطالعه در شرکت سس هینز انجام شد. خیلی خوب، اگر بگم هینز شما بگید کچاپ، اگر میگم گربر شما بگید غذای بچه، و اگر بگم کوکاکولا شما بگید کلاسیک. باشه؟ سه داستان خیلی کوتاه. سالها قبل هاینز که همیشه به عنوان کارخانه سس سازی معروف بود، سعی کرد یک کار متفاوت انجام بده. البته کچاپ میدونید که همیشه قرمز بوده، ولی آنها تصمیم گرفتن یک کار جالب انجام بدن و سبزش کنند، یا بنفشش. یک جورای اصلا اشتهاورم نیست و دقیقا همینطور شد. مشتری آنها رو نخریدند، تمرکزشون رو از دست داده بودند و سعی در این داشتند که کار دیگری جز کار اصلی خود انجام دهند که موفقیت آمیز نبود. گربر میدانید که غذای بچه است. میدانید که گربر سعی کرد وارد قلمرو مالی بشه. آنها سعی کردن برای بچه های کوچک بودجه کالج درست کنند که به نظر جالب است، ولی دوباره برای مشتری همه چیزی که میدانستند این بود که یک شرکت درست کننده غذای بچه است و من پول خودم رو به شما نمیدم برای سرمایه گذاری، و تمرکزش اونا رو از اولویت خود از دست دادن و موفق نشدند. کوکاکولا، بعضی از شما انقدر بزرگ هستید که یادتان بیاد. منظورم اینه که کوکاکولا دستور خود را دارد و آن کوکا کلاسیک بود. خیلی خوشمزه می شد با یک تیکه یخ که خونک می نوشی و طعم فوق‌العاده‌ای داشت. و می دونید آنها تصمیم گرفتن که دستورالعمل خود را عوض کنند. در واقع یادشون رفت 76 میلیون بچه‌ای که با خوردن کوکا کلاسیک بزرگ شده بودند. وقتی آنها این کار را کردند طوفان به پا شد. مردم خیلی ناراحت بودند و کوک به سرعت عقیده‌اش را عوض کرد و گفت خیلی خوب تمام شد، برمیگردیم به کوک کلاسیک. و این آزمایش خوبی نبود. خب این چه بود؟ یک اولویت بود، یک تمرکز بود. و چند نفر از ما خیلی وقتها این کار را میکنیم و به طرف مسیرهای متفاوت زیادی میرویم و در آخر میبینیم خیلی خوب نیستیم در کاری که تصمیم گرفتیم انجام بدیم که تمرکز اصلی ما نبود. یک مثال دیگر، بعد تمرین رو شروع میکنیم. بگذارید درباره این صحبت کنیم. وقتی درباره نور صحبت میکنیم، نور محیط وجود داره. من در یک اتاق هستم، نور محیط وجود داره، همچنین یک لامپ رومیزی یک نور زیبایی به محیط داده. و میبینیم که این لامپ که روی میز است، تمرکزش به روی میز هست و بعد شما میتوانید یک نور لیزری داشته باشید. نورهای دیگر، ولی تفاوت نور لیزر این است که تمرکز زیادی داره، که توانایی بریدن یک ورقه آهنی رو داره، توانایی انجام عمل جراحی لیزر داره، توانایی انجام جراحی را در اتاق عمل داره که یک لامپ معمولی توان آن رو نداره. تفاوت انهانی چیست؟ این قدرت تمرکز است. و در زندگی شما بگذارید تمرکز کنیم و درباره این فکر کنیم. و میدونید شما میتوانید به چند چیز محدود تمرکز خود را معطوف کنید. بعضی از مردم فقط میتوانند بر یک کار متمرکز بشن و دیگر بر سه کار. شما میتوانید سه یا چهار بشقاب را با هم بچرخانید و هیچ چیز نشکنه و بقیه شما میشه مربوط به توانایی خودتون. شاید بتوانند تمرکز زندگیشون را به 7 یا 10 یا مراحل بیشتر تمرکز پیدا کنند. میخوام الان به دفترچه های خود نگاه کنید و رویش فکر کنید، بر چیزهایی که میخواهید اولویت بدهید و تمرکز کنید. من چند تا از مثال های خود را میدم تا کمکی به شما کنم.
برای مثال یکی از چیزهایی که من تمرکز روش هست خیلی لذت میبرم در این سال با همسرم، ما همیشه یک ازدواج خیلی خوب داشتیم، همیشه از بودن با هم لذت بردیم، خیلی جالب بود. ولی وقتی بچه کوچک داری، همونطور که شما میدونید، بزرگ کردن بچه، به مدرسه بردنشون، از ابتدایی به راهنمایی، بعد کالج و بعد بلوغ، در واقع آنها میشوند تمرکز تو و اولویت زندگی تو. ولی حالا ما مثل یک لونه خالی هستیم و یک فصل خیلی جالب هست برای ما. اولویت دیگر من سلامتی است. میدونید وقتی سن ما بالا میرود میگوییم بگذار با هوش باشم و درباره سلامتی مواظب خوراکم باشم، مواظب باشم که ورزش کنم، حتما یک نوع نقشه. ما فقط پشت کامپیوتر نیستیم، پشت فرمان نیستیم، در جلسات نیستیم. پس اولویت من در زندگی یکیش سلامتیه. اولویت دیگر درباره بزرگ کردن بچه ها، مشغول ساختن کلیسا، همه این مسائل برای ما اولین بوده و اولویت کنونی ما ارتباط برقرار کردن با دوستان قدیمی است و آشنا شدن با دوستان جدید. ما الان توانایی شو داریم و در زمانی هست که واقعا می توانیم تغییر پیدا کنیم و داستان جدیدی پیدا کنیم و لذت ببریم از زندگی که داریم. پس دوباره، چه فصلی از زندگی هستی الان؟ اولویت تو چیست؟ تمرکز تو چیست؟ تشویقتون میکنم با کامل کردن این برگه ها کمک بکنید و تمرکز خودتون رو پیدا کنید. از آغاز شروع این درس ها تصویری که خداوند برایم دارد را میبینم. دروس زندگی الهام بخش را خیلی دوست دارم و فکر میکنم همه ما در مسیر هستیم تا خود را پیدا کنیم. بین همه این چیزهایی که درس یادم داده اینه که خدا میخواد که در بین راه به رسیدن به هدفم خوشحال باشم. من همیشه یک حسی داشتم که خدا از من چی میخواد، ولی این درس ها به من کمک کرده که هدفم چیست. این چیزی که مهم نیست چند سالت باشه برای من خیلی جالبه. برای هر قشری درست شده و کمک میکنه این درست. در بین راه زندگی هم هستم و دنبال اینم که چه چیزی من رو به هیجان میاره، چه کار باید بکنم. به مرور این درس ها فهمیدم که این دروس کاملا جامع است. در این دروس نگاه کردن ویدیو و دفترچه ها کمک بزرگی به شخص من کرد تا قشنگتر بفهمم مفهوم درس ها را. من خیلی درباره خود در مسیح یاد گرفتم. این چیزیست که من خیلی دوست داشتم، در هر جا میتونم به صورت آنلاین به آن دسترسی یابم. خیلی جالب بود این دروس، انگار که داشتم با بت جونز گپ میزدم. بت جونز تمام مدت این مبحث‌ها گفت که این نیست که هدفمون رو خلق کنیم، بلکه پیداش کنیم. او تنها به ما عقیده نمیده، بلکه به ما کمک میکنه ریشه ایمان رو قوی کنیم. این شور و اشتیاق خدا برای زندگی من است و من هیجان زده هستم، مخصوصا الان در زندگیم. خیلی خوب، شما این درس رو هم کامل کردید. عالی. ما درباره اولویت ها و تمرکز زندگیتان صحبت خواهیم کرد. چند نفر از شما می توانید به یاد بیارید چیزهایی که شروع کردید ولی هرگز به پایان نرسوندید؟ چیزهایی که آرزویش رو داشتید که داشته باشید. به طور مثال چند نفر از شما آرزو کردید که ای کاش پیانو یاد گرفتن رو ادامه می دادید؟ کلاس پیانو برداشتید، در مهد کودک، در اول دبستان قطع کردید و حالا امروز میگید ای کاش میتونستم پیانو بزنم یا گیتار. چند نفر شما همیشه دوست داشتید یک کتاب بنویسید؟ با یک رمان، یک فیلمنامه، مثل این که بگی آه من فقط میخوام یک کتاب بنویسم. و تو میتونی این کارو بکنی. شما فقط باید اولویت‌هایت رو به ردیف کنی. شاید شروع کرده باشی، شاید هم میدانی چه نوع چیزی بنویسی، ولی هنوز تمامش نکردی. فقط نه به این خاطر که نمیتوانی انجامش دهی، فقط به خاطر موضوع امروز ماست و در از طریق مسیح همه کار قادر هستیم انجام بدیم و این مسئله تمرکز است که ما از دست دادیمش. و چیز دیگر کوچکی میگم، چون اینجا از هر نوع قشر و سنی وجود داره، بعضی از شما شاید احساس کرده باشی آه برای من خیلی دیره، آرزو میکنم 20 سال پیش این چیزها رو میشنیدم، خیلی دیر برای من. بگذارید این رو به تو بگم، اگر نفس میکشی پس هنوز دیر نیست. خدا خدای بازخرید است. خدا خدایی است که میتواند زمان را برای ما باز پس بگیرد. کی خوشحاله برای این؟ خدا خدای فیضه، خدا خدای محبته و میتواند بقیه زندگیت را به دست بگیرد، همانطور که دوست ما دیوید مارتین دوست داره بگه که همه چیز را بر زندگیت خوب میکنه و همش به اولویت ها ربط داره و تمرکز زندگیت. و همانطور که این ویدیوها را نگاه میکنیم با خودم احساس کردم که مردمان اینجا هستن که ناامید هستند
و فکر میکنن دیر شده، ولی بدانید که این دیر نیست. من میخواهم اطمینان کنم و میخواهم شما هم این کار را انجام دهید. اطمینان کنید که خدا قدم بعدی شما را به شما میده و دقیقا خواهی دانست که کجا باید بروی و این به روحت انرژی خواهد داد و زندگی که دوست داری رو خواهی داشت و در زندگی الهام بخش قدم برداریم و زندگی رو که دوست داریم داشته باشیم. و همگی مردم گفتند آمن. خیلی خوب، میبینید جمع دوستانمون اینجا هستن برای بحث و گفتگو. چند نفر شما میتونید در برای صحبت کنید؟ چیست که تمرکزت را به هم میریزه؟ تو میدونی سندروم چیز براق را؟ مثل اینکه همه چیز خیلی خوبه با ما، ما متمرکز هستیم، یه مرتبه یه چیز در اینجاست، تمرکزمون رو به هم میریزه. اون چیزها چیست در زندگی شما؟ از چند نفر از شما میخوام توضیح بدید. من اول شروع میکنم. فکر میکنم برای من شاید سوال کردن زیادی هست مشکل من. نمیدونم این را شما چطور میبینید، ولی من دوست دارم همه واقعیت ها و اصول را داشته باشم قبل از تصمیم گیری. و فکر میکنم بعضی وقتا مسائل را خیلی بزرگ میکنم و فکر میکنم که دشمن هم چون هیچ وقت رهبری نمیکنه ما را، در به هم ریختن آن تمرکز برمیاد و اگر چیزهایی در قلبمون داریم که بایستی تمامشون کنیم، اون ما را از آنها دور میکنه. پس برای من باید خیلی با خودم کلنجار برم. با وجود نداشتن همه دلایل باید در ایمان قدم بردارم و به خدا اطمینان کنم و در تله نیفتم، جایی که مردم دیگر هستند و جایی که بقیه انجام میدند. فقط تمرکز کنم به چیزی که میخواهم انجام دهم و اطمینان کنم به خداوند. خیلی عالیه. چیز دیگر من میخوام یک نفر صحبت کنه، شاید روی بقیه تاثیر بگذاره، درباره فرهنگ رسانه و رسانه جمعی است. الکس، تو چیزهایی درباره رسانه های جمعی گفتی، از اونجایی که هم تو این رو در کلیسا دیدی درباره صحبت کن، مخصوصا در بین جوانهای ما. رسانه های اجتماعی خیلی وسیع هستند. من دوست دارم این رسانه را، در واقع کار من رو آسون کرده. فکر میکنم خیلی چیزهای خوب و چیزهای بد هست. شاید خود را در این موقعیت پیدا کنی باشی که خسته هستی در سر نهار، یا با همسرت باشی یا با بچه هایت صحبت کنی یا هرچی که بهش تمرکز داری، ولی یه مرتبه در اینستاگرام هستی و فیسبوک و 15-16 پست مردمی که اصلا نمیشناسی و داری نگاه میکنی، اصلا شاید اونا رو نبینی و نشناسی هیچ وقت، ولی داری به اونا نگاه میکنی و دوستانشون رو فالو میکنی و به چیزهای دیگه. رسانه اجتماعی خوبه، ولی اگر مراقب نباشیم تمام وقت و انرژی ما را خواهد گرفت. تمرکز ما که مهمتر از همه است. این درسته. حتی با خانواده ها، جلسات ما، کارمندان باید بگویم همه تلفن های خود را دم در بگذارید. واقعا اونها را به طوری بگذارید که توجهتون رو جلب نکنه و تمرکزتون رو به این جلسه بدهید. بعضی وقتا در سر سفره شام همه تلفن هایشون رو در جیب هایشون بگذارن، چون شما صحبت میکنید ولی آنها همه تمرکزشون به تلفن است. تمام مدت صحبت با شما، پس این تلفنی که همراه ماست که برکتی است، میتواند همچنین یک حواس پرتی بزرگ باشه. پس شما چیزی گفتید که من میخوام برگردم به آن، به این آیه امسال 24:3-4 نگاه میاندازیم، چیزی که بیشتر معنی میده به چیزایی که تا الان در برش گفتیم. امسال 24 آیه 3-4: حکمت است که خانه را بنا می کند و فهم است که آن را مستحکم می سازد. دانش غرفه هایش را می آکند از اموال گرانبها و نفایس. اگر می خواهیم بدانیم که دروس زندگی الهام بخش چه می گوید، باید تمرکز کنیم و چیزی که برای ما اتفاق می افتد توریست که گفتم، با یا تعویق می گیریم یا کمال گرا می شویم و هرگز به اولویت دادن و تمرکز کردن نمی رسیم. چون همه ریسرچ رو انجام میدن و مطمئن میشیم که همه چیز درست است و نمیخوایم هیچ اشتباهی کنیم، شروع نمی کنیم. اگر نمیتونم به طوری احسن انجامش بدم، پس شروعش نمی کنم. اگر ورزش نمیتونم بکنم، مطمئن نیستم تمومش کنم، اصلا نمیرم به ورزشگاه. شاید بعضی از شما در برش صحبت کنید، خوبه، چه کار میکنید که مواظب رفتارت باشی، تمرکزت رو از دست ندی، تا در حدی که هستی بمانی، چطور انجامش میدی؟ من فکر میکنم این را به صورت ورزش بدنی جواب خواهم داد و فکر کنم میتوانی به قسمت‌های مختلف زندگیت ربطشون دهی، مخصوصا روحانی.
در واقع همه چیز برمیگرده به این که شروع کنیم، اولین قدم را برداریم، قدم ایمان و مسئولیت را پیدا کنیم، میدونی، یک اهدافی را مشخص کنیم و قدم به قدم به طرفش جلو بریم. بعد شروع میکنیم وزنه ها را برداریم، شروع به دویدن میکنیم و بعد برای داشتن آن هدف میدونی هر چی که هست و بعد به طرف تغذیه میرویم و به این میتونه در هر قسمت از زندگی یا ایمانمان. من شروع میکنم به خواندن کتاب مقدس 5 دقیقه در روز، هر چی که هست، ولی قدم اول را برداشتم و آن مسئولیت و آن کمک افرادی که خیلی ارزش بهش قائل میشم خیلی ارزشمنده برام، چون در حقیقت ما تقدیم میکنیم آن مسئولیت را برای خودت به وجود میاری و آن هدف را مشخص میکنی، هدفت را با بقیه افراد خانواده در میان میگذاری و خودت را چک میکنی که در کجا قرار داری و در این زمینه و چطور میتوانی بهتر شوی. فکر میکنم این قضیه مسئولیت اهمیت بزرگی داره. اگر اولویت داری، چیزی که میخوایی تمرکز روش داشته باشی، به کسی که بهش اطمینان داری بگو. آنها این اجازه رو دارن که از تو بپرسن، برای تو ددلاین بذارن و تو رو مسئول کنن و این میتونه یک شانس خوبی باشه برای کمک به رسیدن به پایان خط و این خیلی میتونه کمک کنه تا تو رو به حرکت بیندازه. چند چیزی که من فکر میکنم این است که کتاب مقدس در بحث صحبت میکنه، وقتی ما با ایمان صحبت میکنیم، زندگی میکنیم، خدا رو خوشنود میسازیم و همه چیز رو باید با ایمان انجام دهیم. بعضی وقتا در این باره صحبت میکنم به من کمک میکنه، چون من انسانی هستم که خیلی تحلیل میکنم، چون من کسی هستم که این امکان رو دارم که دوست داره زودتر از زمان شرکت کنه و اعتماد به نفس هم همینطور است که همه 6 قسمت رو میتونم برام حتی شروع نکرده باید بدونم و همچنین به این میاندیشم که خدا درباره قدم ایمان هم صحبت میکنه و درباره ایمان هست و خدا این رو از ما نمیخواد. او شما رو طراحی نکرد که اینطور زندگی کنی، او ما رو طوری طراحی کرده با دادن هدف و رویا و میدونه این 6 قسمت به احتمال زیاد سخت‌تر از آنچه که فکر میکردم شاید باشه، ولی میدونی چیه، باید به خدا اطمینان کنم و زمانی که به مرحله ششم برسم آماده کنم. عالی، این خیلی خوبه. بگذارید حالا درباره زندگی روحانی ما صحبت کنیم. زندگی روحانی ما یکی از اولویت‌های ماست که ما میتونیم در سرمایه گذاری کنیم. بگذارید درباره صحبت کنیم و به این آیه هم نگاه کنیم. متی 6:6 عیسی اینطور میگه: اما تو هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو، در را ببند و نزد پدر خود که در نهان است دعا کن. آنگاه پدر نهان بین تو به تو پاداش خواهد داد. پس وقتی درباره زندگی روحانی ما صحبت میکنیم، اولویت زندگی روحانی ما راه رفتن با خداوند است که 2 قسمت داره و یکیش زمانی است که با خدا میگذرانیم و دیگری زمانی است که در کلام صرف میکنیم. با فکر کردن به این 2 موضوع جلسه ما رو میتونیم تموم کنیم. چرا درباره این شما صحبت نکنید؟ شاید بعضی از شما درباره اولویت رابطه با خدا صحبت کنید، چیزی که باید به آن اولویت بدهید و تمرکز کنید در راه رفتن با خدا. فکر میکنم این جمله وقت گذاشتن با خدا میتونه فکری بلند باشد، مثل اینکه اصلا چیزی این زمان را با خدا بگذارنم. این چه معنی داره؟ آیا روی زانوها در اتاقم باید باشم؟ نمیدونم. سپس میدونم برای خود من بعضی وقتا به جای اینکه صبح که بیدار میشم به ایمیل سری بزنم یا فیسبوکم رو باز کنم، بعضی وقتا به چک کنم ایمیلامو، برای من بهترین زمان وقت گذاشتن با خدا صبح هاست، قبل از شروع روز شلوغم، قبل از سر کار رفتنم، قبل از ورود به جلسات. پس من صبحا یک کمی زودتر بیدار میشم. خیلی از خودگذشتگی بزرگی نیست. و به جای برداشتن تلفنم، اولین چیزی که برمیدارم لیوان قهوه و کتاب مقدسم هم و 15 یا 20 دقیقه را با خواندن کلام، سوال کردن از خدا، فکر کردن با آن بگذرانم. بعد خیلی مهم است که کلامش رو بخونی، چون او از طریق کلامش با ما صحبت میکنه و عالی است که کلام رو در قلبت داشته باشی. و کار دیگری که میتوانیم انجام دهیم واسه کردن قلبمون با خداست. 10 یا 5 دقیقه سرود پرستشی بخونیم و قلبم رو با خداوند وصل کنم قبل از شروع روز شلوغم. خیلی عالی، این خیلی عالی است. در رشدی که امسال کردم، هدف دعا کردن در زندگیم را بیشتر کردم. خیلی خوبه که این عقیده را در زندگی روزمره به کار بگیریم. درسته بعضی وقت شاید سر ما شلوغ باشه، ولی اگر قسمتی از زمان روزانه را برای دعا کردن تعیین کنیم، روی تقویم علامت بگذاریم، عالی میشه. دعا کردن راهی برای رابطه برقرار کردن با خدا
است و برای من اینطور است که هر جا که بروم میتونم این کار رو انجام بدم، چون خدا همیشه با من است. پس هر وقت که رانندگی میکنم یا کاری انجام میدم، دعا میکنم و زمانی با خدا میگذرونم، برای من دستگاه چمنزنی یک نوع جای مقدسیه. من دعا میکنم، باور کنید یا نه، من وقتی در حال چمن زدن هم هستم دعا پرستش میکنم. ولی چیز عالی که در برای خدا است، دوباره میگم، چیز عالی که در دعا کردن است، میتواند خدا را وارد زندگیمون کنه برای تمام مدت طول عمرمون و لزومی نداره که نگران این رابطه باشیم، چون خدا ما را هدایت خواهد کرد. خیلی عالی. برای من به طور روزانه خواندن کلام خدا خیلی کمک میکنه. من آدم بدون نقصی نیستم، ولی در کلام خدا بودن هر روزه کمک بزرگی برای منه. وقتی در زمانهای سخت هستم، بعضی وقتا به خودم میگم من شروع میکنم عهد جدید رو خوندن و تو چند ماه تمومش میکنم، بخش به بخش به ترتیب. بعضی وقتا این احساس رو دارم که خدا هدایتم میکنه و میگه هی نگه دار، بیست و کلام رو بخون، دوباره بخون، دعا کن، تعمق کن، دربارش بخون. انقدر روی زندگی ما تاثیر میذاره. و سپس میدانم که برای من زمانی بوده که من این کار رو انجام دادم. همین چند وقت پیش اینطور بود که به خدا گفتم خدا، من کلامت رجوع نمی کنم که فقط از تو چیزی بخوام، من در کلامت جستجو میکنم تا صدایت را بشنوم. و خیلی آرام در بین کلام جستجو میکنم، من آیه ای را میخوانم و دوباره میخوانم و تعمق میکنم و در برش فکر میکنم، فکر میکنم که چطور در زندگی من ربط داره. و شاید بعضی وقتا 5 دقیقه طول بکشه یا 20 یا 30 دقیقه، فقط کتاب مقدس را باز میکنم و روی کلام تعمق میکنم و شروعش میکنم. بله عالی، چیز بزرگی است. حالا عالی بود، امروز زمان ما به پایان رسید. کارشون خوب بود نه؟ عالی. امیدوارم که از برنامه امروز اصول اولیه با بث لذت برده باشید. ما به این باور هستیم که اگر زندگیتون رو طبق کلام خدا و مجهز کنید، به تمام خواسته های دلتون خواهید رسید. اگر شما مایلید تا بیشتر از تعلیمات بث استفاده بکنید، ما کتاب 7 اصول اولیه رو به شما معرفی میکنیم. امروز برای هر مبلغی از حمایت شما به عنوان تشکر یک نسخه به صورت مجانی برای شما ارسال میکنیم و میتونید از طریق این کتاب به رشد روحانیتون در زندگی روزمرتون کمک کنید. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با وبسایت زیر مراجعه فرمایید. ممنونم که به من پیوستید با برنامه اصول اولیه تلویزیون بیت و خوشحالم که این فرصت رو داشتم تا زمانی با درس دادن به شما بگذرانم و به شما اصول اولیه کلام خداوند رو یاد بدم و بسیار اشتیاق دارم تا شما این اصول رو دریافت کنید. به زندگیتون خیلی کمک میکنه، بازی رو عوض میکنه. در حقیقت سالها پیش خداوند تشویقم کرد که کتابی درباره دریافت اصول اولیه بنویسم و این کتاب در حقیقت کمک است به بهتر فهمیدن کتاب مقدس، پر کردن جاهای خالی و یادگیری اصول اولیه ایمان، درباره راه رفتن با خدا، دعا، کلام خدا، درباره روح القدس، درباره اصول اولیه اساسی. و من میخواهم شما این کتاب را داشته باشید به طور رایگان. به 17 زبان ترجمه شده به علاوه فارسی و من میخواهم کپی رایگان دیجیتال این کتاب را هم داشته باشید. فقط به وبسایت من برایید و آن را به صورت رایگان دانلود کنید، با دوستانتان تقسیم کنید و به عمق کلام خدا پی ببرید، اصول اولیه را دریافت کنید. سپاسگزاریم از مشاهده برنامه امروز. امیدواریم که این پیغام شما را تشویق کرده باشه و کمک کرده باشه تا اصول اولیه کلام خداوند را در زندگی که دوست دارید دریافت کنید. برای برنامه‌های بیشتر با اصول اولیه با بت به وبسایت thebasicswithbet.tv مراجعه کنید. برای درخواست دعا با ما تماس بگیرید.